فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان در این نشست خبری از آنچه که افزایش بی پیشینه خشونت ها از سوی طالبان در افغانستان میداند انتقاد میکند و میگوید که طالبان از راه جنگ پیروز نمیشوند و باید خشونت ها را متوقف کنند. این یک راه حل سیاسی است که صلح را به افغانستان برمغان می آورد. تنها در 20 سال گذشته نه، بل در 42 سال گذشته جنگ جریان دارد. پس راه حل سیاسی برای آن ضروری است. این جنرال آمریکایی در پاسخ به این پرسش تلو نیوز که اگر جنگجویان طالبان تلاش کنند شهرها و شمول کابل را به زور بگیرند، نیروهای آمریکایی چه واکنشی خواهند داشت، میگوید که چنین چیزی برای مردم افغانستان و جامعه جهانی پذیرفتنی نیست. چون این چیزی نباید دیده شود که طالبان برای گرفتن شهرها اقدام کنند. اگر در واقع برای حل سیاسی پابند باشند، نباید چنین کاری بکنند. اگر چنین بکنند، همه کارهایی که در مذاکرات صلح در دوحه انجام شدند و به جامعه جهانی تعهد شده زیر پرسش خواهند رفت. آقای میلر میگوید که به زودی مسئولیت فرماندهی کل نیروهای خارجی را در افغانستان به یک فرمانده دیگر میسپارد و افغانستان را ترک میکند. پیروزی نظامی به سود هیچ کسی نیست، یعنی به سود مردم افغانستان نمی باشد. ما هنوز هم توانایی و صلاحیت حمایت، تجهیز و نیز دفاع از نیروهای افغان را در صورت حمله بر این نیروها بر بنیاد توافقنامه دوحه داریم. این جنرال آمریکایی میگوید که هنوز روشن نیست که با بدتر شدن اوضاع افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی، آمریکا چه کاری برای افغانستان خواهد کرد. اما پشتیبانی مالی و تامین تجهیزات نیروهای دولتی افغانستان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان از تعهداتی هستند که آمریکا به گونه دوامدار بر آن تاکید کرده است.